بسم الله الرحمن الرحيم. خواهران و برادران و حاضرین شرافتمند در تالار امروز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست اجازه دهید تا حضور شکومند و گسترده شما را که باعث شکومندی و عظمت محفل امروزی ما شده است، از آدرس کمیسیون برگزاری همایش بزرگداشت از هفته شهید، حضور فرد فرد شما خیر مقدم عرض کنم. دوستان گرامی و حاضرین محترم، محفل امروزی ما به منظور گرامی داشت از 11 سالگردی شهادت قهرمان ملی کشور، آفریدگار حماسه‌های بی‌نظیر تاریخ، فرزند رشید و سپهسالار بزرگ جهان اسلام و جهاد و مقاومت، شهید امشا مسعود، و در آستانه اولین سالگرد شهادت رهبر فرزانه، دانشمندی، فقی، نمادی صلح، حلم و بردباری و شهیدی رای صلح و آزادی، پروفیسور استاد برهان الدین ربانی و یاد بودی تمام جانباختگان و آزاد مردان استی به جا و جلال، به نام و به مال دنیا ارزش قائل نشدند و به پیشگاه رب العزت شتافتند، و آنانی که با اخلاص و صداقت و جوانمردی از فرش زمین به سوی عرش رحمان پریدند، و آنانی که با اخلاص و صداقت و با ایثار و فداکاری صادقانه شربت شیرین شهادت را سر کشیدند. آنان کسانی بودند که به تمام بازی های زرگری زمانه ملیحانه خندیدند و راهی پروردگارشان را پیشه گرفتند. آنها شهیدند و شهیدند، انا لله و انا الیه راجعون. بعد از خوش آمدید به مقدم مبارک فرد فرد شما، عرض میکنیم که محفل امروزی ما بعد از همین لحظه توسط یکی از شخصیت های فرهنگی و اجتماعی کشور، محترم داد محمد نوزادی، اداره و گردانندگی خواهد شد. و در این محفل به خاطر اینکه یاد بود از سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور است، در محور ارزش‌های ملی، باورهای ملی و اعتماد ملی و آنچه از لحاظ ملی برای افغانستان اولویت دارد، امیدواریم که در بیشتر دوستانی که سخنرانی می‌کنند و یا مقالات و اشعارشان را به خوانش می‌گیرند بیشتر تمرکز داشته باشد، که این مراسم و این مناسبت ها بهانه بسیار زیبا و شایسته است تا ما بتوانیم از این مناسبت ها و از برکت روحی مقدس و پاک شهدا حلقاتی در هم شکسته و فروروخته زنجیر اعتماد ملی و وحدت ملی را دوباره به هم پیوند دهیم. لذا از تمام دوستان گرامی و حاضرین در محفل صمیمانه و برادرانه تقاضا میکنیم تا آخرین
لحظات این محفل با ما باشند و تمرکز و مدیریت مجلس در نظر گرفته و خیلی هم با هم همکاران محفل همکاری داشته باشند. تشکر و حال از جناب محترم داد محمد نوزادی تقاضا میکنیم تا محفل ادامه بدن. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی او بخون که خدای پنامه پتالار که درنو حاضرینو در رادیو تلویزیون قدرمنو لیدون کو او ریدون کو خویندو میندو سیاسی نظامی فرهنگی او جهادی شخصیتونو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجازه را کړی په لومړي سر کې استاس برخه اخیستنه او راتک دغه محفل ته خراغلاست ووایم او بیا د شهیدانو پاتې کورنیو ته د زړه له کومې خواخوږي وړاندې کوم. قدرمنو هیوادوالو درنو حاضرینو، لکه څنګه چې تاسې ته هم څرګنده ده، زموږ د نومیالۍ شخصیتونو په شهادت کې د بهرنیو هیوادو د جاسوسي سازمانونو مستقیم لاس پکې نغښتی دی. راځئ په ګډه سره د افغان شهید پرور ملت په نمایندګۍ او ستاسو حاضرینو په نمایندګۍ د افغانستان دښمنانو ته یو اعلام وکړو. دادی آزادی خاوره، داد جگوغرو وطن، دادی آزادی خاوره، داد جگوغرو وطن، داد شازلمو وطن، داد ننگیالو وطن. پوشوی اید افغانستان دخمنانو، زال ده بازانو ده، ده بازانو زال بی باز نپاتگی، زال ده بازانو ده دلتا که زمریان وسی، داد ننگ بچان لری، داد زمریالو وطن. پد زما، عزت زما، کورد شرافت زما، کانی دلالو ندی، داد پلرگنو وطن. خاور زلزله لری، خاور زلزله لری، هر طرف طوفان لری، غرونو که زمریان لری. ای وطن، دلالون و خزانه زما، ستا هر درکدی دو تور و نشانه زما. پده بانده دی افغانستان دخمنان باید پوشی چه ده خاور پا هر درکی زمریالیان سته. چون کوه همیشه استقامت می کرد، چون کوه همیشه استقامت می کرد، با قامت قایمش قیامت می کرد. آنقدر شگوفه داشت امچو بهار، در سایه رحمتش اقامت می کرد. درود به شهدای گلگون کفن جهاد و مقاومت افغانستان، هزاران درود. در این بخش پروگرام از قاری صاحب اسلم پور احترامانه تقاضا میکنیم با تلاوت روان بخشی آیاتی از قرآن عظیمشان بر محفل ما برکت بیفزاید. قاری صاحب اسلم پور. برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
صابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت إن الصفا ولسوف يعطيك
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم يا ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة الآيات القرآن العظيم واعفو عنا يا كريم واعفو عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين الحكم لله تشكر وسپاس بیکران از قاری صاحب اسلمپور که با تلاوت قرآن عظیمشان بر محفل ما نور افشانی نمودند. بله. الهی غرق در گرداب تا کی؟ الهی غرق در گرداب تا کی؟ جهان بیدار و ما در خواب تا کی؟ مردم های دنیا به مریخ و مشتری رفتن و ما در غم عزیزای خود ششتیم. هر روز ای تو روزی نیست در افغانستان 5 نفر 10 نفر شهید نشه و 50 تا 100 فامیل به ماتم نشینند. الهی غرق در گرداب تا کی؟ جهان بیدار و ما در خواب تا کی؟ در این ماتم سرا یک چشم بیدار چو انقا این قدر نایاب تا کی؟ الهی پوچ مغزان در خروشند، الهی پوچ مغزان در خروشند، به نادانی فضیلت می فروشند. کی دارد چشم بینا تا ببیند که این گندم نمایان جو می فروشند؟ الهی نه مرا سر و سمن بخش، نه آن قصرهای مرمرین و رنگ رنگ بخش، به هر کس هرچی بخش یارب، به من تنها امین سوز و سخن بخش. پوتن مو جل ماتم دی تورتمونو که موش پیدی دادی کم ظالم للاسه. پوتن مو جل ماتم دی تورتمونو که موش پیدی دادی کم ظالم للاسه، چه ظلمونو که موش پیدی.
دنیا طول را تخاندی مونگ پا چغو چغو جارو سه ظالم دنیا گیده سه ظالم فرنگیده سیاستونو کموش بیدی گران وطن را تصور وور شو ده دوزخ لمبی تریخیجی گران وطن را تصور وور شو ده دوزخ لمبی تریخیجی بل محشر تا ضرور نشته قیامتونو کموش بیدی در این بخش پروگرام از جناب عالی قدر فضل رحمان فاضلیار سکرتر دوم جمهوری اسلامی افغانستان در کشور هالند و دیپلمات جوان خواهش میکنیم که با صحبت علمی خود برنامه ما را آغازگر شود. از آقای فاضلیار خواهش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفا و الصلاة و السلام علی عباده الذین اصطفا. مهمانان گرامی، خانمها و آقایان، درود بر شما. اجازه دهید تا به نمایندگی از سفارت جمهوری اسلامی افغانستان و بالاخص به نیابت از جناب سفیر صاحب که اوشان نسبت معاذیری که داشتن به این محفل تشریف آورده نتوانستند، از اعضای محترم کمیسیون برگزاری این محفل باشکوه که به مناسبت گرامی داشت از روز شهید و بالاخص به مناسبت تجلیل و گرامی داشت از 11 سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود و نخستین سالگرد شهادت و عروج ملکوتی سردار پر افتخار شهادت جهانی افغانستان پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس کمیسیون عالی صلح افغانستان من ابراز سپاس و تشکری نمایم. هموطنان گرامی، با وجود اینکه در کشورهای دیگر جهان حوادث مشابهی نسبت به رویدادهای جاری در کشور ما به وقوع پیوسته بود، اما گستردگی حوادث و وخامت حوادث به آن اندازه که در افغانستان گستردگی داشت و وخامت داشت در جای دیگری چنین نبود. رهبری خردمندانه استاد شهید برهان الدین ربانی و قیادت فداکارانه قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود شهید در دو آزمون بزرگ ملی که همانا دفاع از کیان اسلام و استقلالیت سرزمینمان بود، با کمک و همکاری و مساعی مشترک سران مجاهدین و مقاومتگران سراسر کشور به صورت موفقانه انجام پذیرفت که بدون شک پرمباهاترین نقطه عطف تاریخی سرزمینمان به حساب می آید. بدون شک مردم غیور و شهید پروری افغانستان بودند که با راه اندازی جهاد و مقاومت و نیسار جانهای شیرینشان میثاق آزادی و استقلالیت این سرزمین را به امضا رسانیدند و استقلال خواهی را در مفکوره های نسل بعد از خودشان جاودانه ساختند و نهادینه کردند. پروفیسور برهان الدین ربانی همانند قائدی پر افتخار جهاد و مقاومت افغانستان مسعود شهید و صدها مبارز و آزادخواه دیگر که آرزو داشتند تا با اتمام مبارزه و ورود به مرحله سازندگی در احیا و تکوین یک دولت مستقل و نیرومند در افغانستان نقشی سازنده و حیاتی داشته باشند، که بدین منظور استاد شهید تلاش‌های زیادی را در امر نظام سازی در کشور و نهادی نساختن فرهنگ انتقال تاریخی قدرت مسالمت آمیز به حکومت موقت و ایفای نقش فعالانه و آگاهانه در عرصه سیاسی و در عرصه های تقنینی و نظارت دقیق جریانات اجتماعی سیاسی و اقتصادی در کشور انجام داد، که این کار در تاریخ سیاسی کشورمان هیچگاهی سابقه نداشت. همچنان فراخوان استاد از علمای جهان اسلام در کنفرانسی بیداری اسلامی که در تهران برگزار شده بود و نحوی زنها
زمینه ترور و انتحار این شخصیتی بزرگمرد جهان تاریخ معاصر را مهیا ساخت. استاد پروفسور برهان الدین ربانی در کنفرانسی بیداری اسلامی از همه علمای جهان اسلام تقاضا کرده بود که تا مطابق با فرامین الهی و متون اسلامی این اعمال تروریستی و انتحاری که خلاف فرامین اسلامی و متون اسلامی انجام می شود این را باید تحریم بکنند و اعمال ضد انسانی و اسلامی اعلان بدارند، که بالاخره یکی از دلایلی که باعث شهادت ایشان شد این عمل را می توانیم تلقی بکنیم. او همچنان رسالت خیش را در امر بیداری مردم و روشنی اذهان عامه از دسایس و توطئه های جانب به اتمام رسانید و با شهادتش خلوص تعهدش را نسبت به آوردن صلح و ثبات در کشور به انجام رسانید. استاد رهبری خردمند و مدبری بود که زندگی سیاسیش را بسان فرماندهی نسو و قهرمانش مسعود شهید و هزاران سنگردار با وفای دیگرشان در سایر اقناط جهان و افغانستان توانستند که در بستر سیلان روایات دینی اهداف و مرام خود را منطبق بسازند. با وحدت و همدلی در ایشان توانستند که با وحدت و همدلی در سنگر واحد برزمن و موفقیت‌های نظامی بیشماری را در صحنه‌های پیکار به دست آورند. اما مراحل بعد از مبارزه و کارزار که صفحه نوین سازندگی را در قبال دارد برای ملت ما هیچگاه یک صفحه مورد اطمینان نبوده، بلکه یک صفحه بازندگی بوده است که دلایلی هم از خود دارد. زیرا علت اساسی و عمده این بازندگی در افتراق و دوری و عدم وحدت نظر در نحوه انجام امور در کشور ماست. حالا این مسئولیت بر همه ماست تا به منظور حفظ جغرافیای کشور و زنده نگه داشتن نظام سیاسی نوپایمان مسئولانه قضاوت نماییم و وارد صحنه شویم. با توجه به تداوم جنگ و بدامنی هایی که در برخی نقاط کشور ما سیلان دارد، ترس آن وجود دارد تا دستاورده های سالهای قبل را خدای ناخواسته به چالش بکشد. مذاکره و گفتگو و رسیدن به صلح فکر میکنم یکی از راه های معقول خواهد بود که این اهداف ما را تا جای برآورده بسازد. طوری که همه ملتفت هستند و میدانند هیچ کس و هیچ گروهی در صلح و در فراخوانی و همدیگر پذیری هیچگاه بازنده نخواهد بود و این یک ضرورتی است که بایست بدان نائل شد. البته صلح عادلانه ای که از موقف بالاتری به منصه اجرا درآید برای همه قابل قبول بوده و نتایج ماندگاری را به ارمغان خواهد داشت. اگر ما بتوانیم مفکوره زندگی با همی را تقویت بکنیم و به منافع ملی خود بیندیشیم، گذار موفقانه از این مرحله برای ما دشوار نخواهد بود. هرگاه ما نتوانیم در عرصه های تأمین امنیت و ثبات داخلی در کشور خاطر جمع باشیم، در قسمت موفقیت دیپلماسی اقتصادی و رسیدن به اهداف آن که همانا دسترسی به بازارهای جهانی از طریق صدور محصولات داخلی و گسترش تجارت خارجی، جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی و حفظ و تقویت اقتصاد ملی در مقابل چالش‌های اقتصاد بین المللی باشیم، به یقیناً که به چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد. از جانب دیگر، علی‌رغم اینکه قوت‌های امنیتی کشور آمادگی های لازم را غرض تأمین امنیت و ثبات بعد از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 دارند، اما باز هم به اولویت وحدت و همبستگی ملی باید تأکید کرد. زیرا سیر تکامل مراحل سازندگی در زیر چتر صلح به مراتب بیشتر خواهد بود تا در حاشیه بحران و ناامنی و قتل و کشتار در کشورمان. در خاتمه یک بار دیگر به روح شهدای راه آزادی افغانستان و در بخاطر سربلندی این سرزمینمان دعا می کنیم
و از خداوند جل جلاله می خواهیم که یک بار دیگر برای ما فرصت آن را نصیب فرماید تا اینکه برای اعاده صلح و ثبات در کشورمان کارهای اساسی صورت بگیرد و بتوانیم که خداوند به ما توفیق آن را نصیب فرماید تا از کارکرده ها و راهکارهای شهدای راه آزادی افغانستان که اونها به یقین افتخارات تاریخی مردم ما چی در حال و چی در آینده خواهند بود خداوند بر ما توفیق بده تا بتانیم که آرمانها و اولویتهای دستور العملهای مبارزاتی ایشان را که به یقین باعث افتخار تاریخ و ملت ما هست او را به منصه اجرا در بیاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم از آقای فاضلیار و صحبت آلمانیشان. دوستای عزیز، مهمانان عالی قدر، با اظهار سپاس و تشکر که از کشورهای مختلف اروپایی و از ولایت‌های مختلف هلند تشریف آوردین، ما طی سالهای متمادی روز شهدا را برگزار کردیم، ولی امسال تصمیم گرفتیم که اگر خدا خواسته باشه در آخر برنامه نسخه هایی داشته باشیم، جمعی از صحبت ها که ما چی گامی را به خاطر قطع جنگ و یا قطع شهید شدن بزرگ مردای ما داشته باشیم. ای تریبیون، ای استیج و ای سالون امروز مربوط با آرمان شهدای گلگون کفن راه آزادی افغانستان است. ای استیج و ای تریبیون امروز روز گفتنی های اطفال یتیم و بازماندگان شهدای راه آزادی افغانستان است. بیایید به خود برگردیم، خود را بشناسیم دیگر، قدرت خود را بشناسیم دیگر، تا خود نشویم آلهی دست دیگر. نگذارید که اطفال یتیم و بازماندگان شهدا، این سپرسالار شهداست مسعود و دیگر شهدای ممتاز کشور است، داریم به میلیون شهدا به کمپ به تپه شهدا برین و عاشقان و عارفان برین ببینین. نگذارید که اطفال شهدا و بازماندگان شهدا به تنهایی خود تنها گیرند. اگر امکانات مادی دارین خوب تحت پوشش فامیل شهدا گرفته شه، اطفالشان به مکاتب و مساجد روان شوه. اگر ندارین با نگاه های محبت آمیزتان محبتتان انصارشان بکنین و بارایشان دست بکشین. چامو کورونا او چامو دفتر روران کرد، چامو کورونا چامو دفتر روران کرد، چامو فرهنگ او چامو هنر را اوران کرد. خانام جور میشه، دفترام جور میشه. ما شهادت د شازلمیان جروی جای از یا پر کردن از یا و میلیون انسانی که رفته بر تاریخ کشور جبران ناپذیر است. چامو کورونا چامو دفتر را اوران کرد، او چامو فرهنگ او چامو هنر را اوران کرد. ما شهادت د شازلمیان جروی بی اتفاقی دیدی افغان جروی دا نریدلی او کریدلی هیواد دا پو باروت و سوزیدلی هیواد دا نریدلی او کریدلی هیواد دا پو بمونو دا پو باروت و سوزیدلی هیواد دا ضرورت د جوړولو لري، دا ضرورت د جوړولو لري، دا په بمونو لګېدلی هیواد د خدای لپاره نورې مه ورانوئ، د خدای لپاره دا ملت نور مه وژنئ او ځان بیا نړۍ کې مه شرموئ. په دې برخه کې په هالند هیواد کې مخور شخصیت ګران ګیروال صاحب ته بلنه ورکو چې راد شي او خپل وینا دې واورئ. ګیروال صاحب، جوانان را موقع بده. بسم الله الرحمن الرحیم.
د ډیرو ګرانو خوندو او رونو مشرانو ځوانانو او ګرانو میلمنو په اجازه د ټولو ګران حضور ته د لومړي ځل دپاره د احترام دپاره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجازه راکړئ په هالینډ کې د افغاني مهاجرینو په نمائندګي او په هالینډ کې د شهیدانو د ملي ورځې او د ټول ملت شهیدانو د جلیل د کمیسیون په نمائندګي تاسو ټولو هغو خوندو وروڼو ته خاصتاً هغه خوندو ته چې حتی دوه کلن کوچنیان ماشومان هم دلته راوسېدي د زړه له کومې دې تعظیم سر وړاندې کړ. هغه میلمانه چې محترم نعمت جلیلی اوس راورسېدی، محترم صلاح الدین له هالینډ نه، ځینې ملګري له انګلستان او له المانه رارسېدلي دي، د زړه له کومې ورته تشکر او کورودانۍ وایو. موږ نن راټول شوي یو چې په افغانستان په خاوره کې د افغانستان د شهیدانو نه تجلیل وکړو. پروسه کال په هالینډ کې په دغه تالار کې احمد ضیا مسعود د افغان ولسمشر پخوانی مرستیال او د استاد شهید رباني زوم دلته له موږ سره یو ځای ناست او ډیر په خوشحالي او په ډیر ورین تندي له دې ځای نه رخصت شو. متاسفانه کله سدی په حال د پرواز کې وو له کابل ته نه و رسېدلی، څه دښمنانو د ده محترم استاد رباني شهید کوي او دی د هالینډ د ښې خاطرې سره کابل ته له غم سره مواجه شو. موږ د شهیدانو ورځ ګران قهرمان احمد شاه مسعود د هغه ډیر صفت د موږ وظیفه نه ده. هغه په تاریخ کې د یو حقیقي انقلابي پارتیزن قومندان په اسمه چې په کیوبا کې شروع شوې ده، له کیوبا نه اولین انقلاب د ولسوالي او الکداري او سرحد نه شروع شو، څو سو مرکز ونیول شو. دوهم ځل تاریخ ته په افغانستان کې د احمد شاه مسعود قهرمان په وجود کې تکرار. همدارنګه استاد رباني ډیر لوی با عظمت رهبر، حلیم او متدین انسان، په افغانستان باندې په زړه مین دلسوز رهبر او ملي شخصیت، بے تعصبه شخصیت، هم د نامردان زموږ نه واخیست. هر ورځ دا لړۍ روانه ده. دا عکسونو ته وګورئ، دا د افغانستان د فزیکي جغرافیایي موقعیت نمایندګي کوي. په دې کې تنظیم، قوم، ساحه، لسان دشمن ته په نظر کې نه ده نیول سوی. تکرار د شهیدانو هر ورځ دوام ده. تاسې په دغه خونین هفته کې وینئ چې تقریبا دیرش نفره په نیمروز ولایت کې، پنځه ویشت نفره د جلال آباد په قبرستان او هدیره کې د جنازې د دفن په مراسمو کې، پنځلس نفره د کندوز په چوک کې، همداسې د سیدآباد او وردګو په لاره کې، همداسې د عامر صاحب شهید د تجلیل په ورځ کې په کابل کې د ارګ د رئیس جمهور په 150 کیلومتري او د امریکا د سفیر د کیناسا په 150 کیلومتري کې د افغان فلم بغل ته د ډیر نوجوان ځوان لخوا هغه یو عمل ترسره شو. په هغه کې 150 نفره د افغان ځوانان شهیدان شوي. دا شهیدان به تر څو وخته شهیدان کی؟ زه ستاسو د هالینډ د روشنفکرانو متخصصو په نمایندګي باندې د افغانستان د لویې جرګې د عنعنوي غړی وم او د اکتوبر په دې لویه جرګه د عنعنوي کې د څلورمې کمیټې رئیس منتخب شوم د خپلو غړو لخوا نه، او په هغه انټرنیشنل میډیا کې د موږ ګروپ فیصله وکړه چې باید افغان حکومت د افغانستان د شهیدانو د تحقیق عواملونو خلکو ته جزا ورک. اما متاسفانه له هغه وخت چې هغه ډاکټر عبدالرحمن مرحوم په میدان هوایی کې شهید شوی دی، بیا د استاد بیا تر پرون ورځې پورې هیڅ
قاتل اوامل د شهادت او ترور د افغانستان نه ماکه مسو او نه چا میډیا ته او تلویزیون ته خلکو ته ما وښووله سي دغه سړی داسې د افغانستان د ولس د قدرونو سره خیانت کړی او دا ډیره غټه قوي ضعیفه نقطه ده چې په دې کې بیا هم له دې تربیون نه له میډیا نه له ډیپلوماتانو نه له تاسې متخصصینو نه د قلم د خاوندانو نه د ژورنالیستانو د میډیا نه خواهش کوم سي په دې باره کې حتما بیا غږ پورته کړو. دغه شهیدان ای شهیدا ببخشین دوام پیدا میکنه و هر روز ما عیسی کمتر ایران ملامت میکنیم تا چی وقت ای معضله دوام پیدا بکنه. 300,000 قوای مسلح داریم که از ناتو از امریکا با اساس بودجه ای که انتقال شده معاشات میگیرن. 3 ارگان امنیتی داریم، وزارت داخله، وزارت دفاع، امنیت ملی و از یک لک بالاتر ناتو از 40 کشور مسئله هایی که تکنیک تکنولوژیشان در اخبارا و میدیا و تلویزیون جای نمیشه فعلا وجه مواجه است. 10 سال میشه به نام طالب یا پوزیسون و هر کسی که است امرای 40 کشور جهان می جنگه. آیا ما خاموش پیشنیم؟ آیا ما به این تجلیلا اکتفا بکنیم؟ و ایست که ما دستبکار شویم؟ ای سوال جواب ای سوال به شما دوستا ما حول می سازیم که امیدوار هستیم که جواب ای سوال پیدا بکنیم که تا چی وقت خوار و مادر ما بیوه شد. ما از جمله افغانانی تحصیل کرده افغانستان و من از یک شخصیت ملی تقاضا دارم که میدیا جناب شمس و محترم دوستای دیگه که صدای ما را از جمعی شنوان یا حقلا از خانواده دفتر انجمنی که با دوستان ملاقات میکنن باید ما به یک خط واحد برای احیای مجدد افغانستان و بربادی نجات از بربادی باید ما دیسی به یک شویم. این رای حال نیست که در تجلیل استاد سیاب میگه ما باید باز یکی شویم و این مجاهدین میتونه وطن نجات بده. همی 10 سال میشه همی مجاهدین در حکومت حاکم است با تمام نیروی عظمی و میلیاردها دلار خارج، ولی باز هم روزمره شهیدای ما زیاد میشه. حتی که امروز 1 نفر افغان، 4 نفر امریکایی را امروز صبح کشته و 15 نفر طالب به لباس امریکایی ها هلمند داخل شده و 6 هلیکوپترشان از بین بردن. در حالی که وضعیت سراسر کشور دوام پیدا میکنه، کجاست فعالیت های استخباراتی ما؟ کجاست فعالیت های وزارت دفاع ما؟ کجاست فعالیت های وزارت داخله ما؟ امیدوار هستم با تغییرات جدیدی که در کابینه آمده و تقریبا جوانترین و پر انرژی ترین وزیرا به کار شروع کرده، خصوصا وزیر داخله، پلیس مسلکی و تحصیل یافته کشور است و در پارلمان کشور گفت که در 30 سال 80 سال اولین وزیر است که یا دومین وزیر است که مسلکی تعیین میشه. کلش از راه پروازا دسانت میشه و به ناکامی مواجه میشه. و سخنان رئیس امنیت ملی که در پارلمان گفت خوشبختانه مژده بسیار خوب است که ما اما جایی که تروریست ها تربیه میشه پیش از اینکه به افغانستان بیایه ما اوجه خونسا میکنیم. ما از خداوند برایشان توفیق و موفقیت مزید میخواهیم. دوستان محفل صبر و روز شهداست و تمام اعضای شهیدای افغانستان که همی چندین سال در کشور ما شهید شدن ما تسلیت عرض میکنم و از طریق شما دوستا و میدیا برای بانکی مون، رئیس ملل متحد، رئیس کنفرانس اسلامی، حقوق بشر، اتحادیه اروپا و سران حکمت اتحادیه اروپا
و حتی توسط دوستان دیپلماتیک سفارت ما که متاسفانه امروز آقای نبیل تشریف ناوردن، سفیر کبیر افغانستان در هالند و واقعا شخصیت ملی است. افغانهای مقیم هالند بسیار خاطره خوش دارند، در غم و شادی ما افغانها اشتراک کردند. امیر لطفا یادداشت بکنن به حکومت کابل که افغانهای مهاجر متخصص تعلیم یافته افغانستان در سراسر اتحادیه اروپا خواهشمند است تا کمیسیونی بررسی تحقیق شهدا نتایج خود پیش بکنه و ثانین بررسی که از این وضع و بنبست برایم چی کنیم. همو قسمی که استاد سیاب میگوین که امی وطن بدونی مجاهد کسی دیگه جور کردن نمیتونه. مجاهد باید تعریف شود. مجاهد کسی را ما میگیم که با نفس خود مبارزه کرده و فساد نبوده، شهرک و بلند منزل آباد نکرده. و امروز حاضر است امی جوانا به قربانی سر خودم و وطن بروند، ولی باید برشان جای پیدا شد. اما متاسفانه که در انتخابات ریاست جمهوری مهاجرین ایران و پاکستان حق اشتراک داشت، ولی مهاجرین نیم میلیونی اتحادیه اروپا امریکا استرالیا که به نام دبل پاسپورت یاد میشه هیچ کس حق رای گیری را داده نشد. ما بر انتخابات آینده خواهشمند هستیم که افغانای مقیم خارج کشور باید انتخابات سهم بگیرند. وطن از یک دیس، از یک تنظیم، از یک قوم نیست. وطن به مرد و زن، به جوان و به پیر متعلق است و هیچ رای از این نداریم که واقعا صادقانه به نام وحدت ملی جمع شویم و ما به افتخار با وحدت ملی دشمنان را سرکوب بسازیم و به خیر افغانستان، افغانستان سربلند و مستقل و آزاد بسازیم. قابل یادآوری است تجلیل عامر صاحب مسعود مارشال صاحب فهیم برمودن که با وضعی فعلی اگر کمک های خارج قطع شود وضع انتخابات تاریک معلوم میشه و امکان داره که میدیا از او تفسیره کردن متخصصین و استازا و آگاه های سیاسی که پلان باشه که انتخابات صورت نگیره. ولی ما و شما جدا طرفدار انتخابات هستیم، نه چوکی میراثی است و نه حکومت میراثی است و ما باید میراثی ها را خاتمه بدهیم. گفتند در 13 سال اگر امریت تامین نشوه امکان در انتخابات نشوه. و در مقابل احمد ولید مسعود برشان گفتند که در حکومت موجودی که در 13 سال نتانیستیم با امکانات ناتو وزارت دفاع و داخله و میلیاردها دلار مانتن امنیت تامین بکنیم و حتی امنیت انتخابات آینده را تامین نبکنیم، پس قابل سوال است و ملت سخت ناامید می شود. ما نباید ملت خود ناامید بسازیم. وقتی از این تیر شده که دیگه پیشتره که دوستای ما در تلویزیون ناداختن که جنرال مشرف سیاه بیای سرنوشت اقوام افغانستان بازی بکنم، از ضعف ما استفاده میکنم. و روزباز رئیس استخبارات متقاعد پاکستان جنرال احمد گل گفت که اگر کابینه جدید تعیین میشه باید نظر اس آی در نظر گرفته شود. وطن از ما و قلم زدنش از اسای پاکستان. ولی ما به دوستان خود عرض میکنیم که اسای 100% دشمنی ما، مملکت دیگه ای که نمیخوای افغانستان موفق و سربلند باش. اکثر نمیخواید تر یک روزی نیست که یک صدر اعظم، یک رئیس جمهور در افغانستان در میدان هوایش پای نشد. ایتر هفته ای و ماهی نیست که یک کنفرانس سیاسی به ارتباط افغانستان در جهان تدویر نشد. همین قدر پیسه ای که جهان به افغانستان کمک کرده و می استعداده که فضل خدا جلال رحمت کرزای داره در مورد خواستن کمک و پیزا دیگه افغان و دیگه رهبر جهان نداره. چقدر پیسا آمد سری از او هم هیچ چیزی نشد. از پیشنهاد ما باید که انتخابات شوه، افغان های مقیم خارج حق رای داشته باشه. اگر که دوستای کجا نمیرند در سفارت ها مثل که دیروز در هالند و بسیار آرامی در صندوقان داخته شد در سفارت صندوق بانند.
دیگه وقت شما را نمیگیریم. چرا؟ جناب علم صاحب که در وقتا به حیث رئیس کمیسیون ملی برگزاری روزای شهدا در هالند تعیین شده و این وظیفه بدون معاش است و خودش قربانی را داده که ما این وقت خود گرانبهای خود ضایع میسازیم و از تشریفات و امنیت امروزی که لطفا کردن با تکلیف دکورشنی که کردن تشکر میکنیم. حتی امکان دارم و شما را در ختم یک نانم بتنان خواست یعنی تشکر. ما از رب الجلال ما فقط مزیدشان میخواییم. اگر اضافه روی رفته باشون مسئولیت ماست، دین ماست، از او وطن تربیه شدیم. تشکر. از جناب گیروال صاحبم جهانی سپاس و تشکر. از اینجا به شمشیر نتوان گذشت. اینه که من میگم معاون سرمنشی ملل متحد به هتل کابل سرنا گفت، وزیر دفاع آلمان هم گفت که استفاداد و رئیس جمهورش هم گفت. از اینجا به شمشیر نتوان گذشت، از اینجا نتوان آسان گذشت. در این خطه کوه و کمر سرکش است. انسانایش خوب بگون. در این خطه کوه و کمر سرکش است، دیو درای این خاکدان آرش است. مبین سوی احوال و ایرانیان، مبین سوی احوال و ایرانیان، مبین به بیکسی و بیابانیان. سر از افغانستان سلامت نبرد، سر از افغانستان سلامت نبرد، هر آن که بر این ملت کین کرد مرد. سر از افغانستان سلامت نبرد، هر آن که بر این ملت دشمنی کرد مرد. ز غازیان و شیرمردانش چی گویم عزیز، هر آن که به فرق ما کوبید بروی خورد. این تاریخ ثابت کرده. افتخار به مردم افغانستان، تا که یک افغان است زنده افغانستان است، تا که یک مسلمان است قرآن در او سرزمین حکم روی خواهد کرد. در این قسمت از خواهر جوان ما صدف پامیر خواهش میکنم که قطع شعر پیشکش دوستا کنه. به نام خدا، با عرض و سلام و احترام برای شما حاضرین این محفل و درود به روان پاک و شهدای وطنم، چند روبیدی از فهیم فرهنگ انتخاب نموده هم که برای شما عرض میکنم. آید بر کشته ستم گریه کنیم، بر کاج بلند گشته خم گریه کنیم، ای جمله دوستان این مجلس سوک، آید که یک صدا با هم گریه کنیم. ای ما آفتاب غمناک افتید، ای چند فلک بر سینه چاک افتید، مسعود شهید کشته کوکبها، ننگ از فلک بر دامن خاک افتید. یک بیک پیام مرگ مسعود آورد، گفتا که چو زمان نمی زاید مرد، خورشید و زمین کورا گفتن، هندوکش همیشه زندگی خواهد کرد. هر شاخ درخت ما بر دشمن دار است، هر سبزه بر پای کلفت و او خار است، هر کاج که سبز می کند در این باغ، مسعود شهید را علام برداد است. تشکر از توجهتان. امروز که با صدای گیرا گریه کنان قصه کنم، امروز که با صدای گیرا گریه کنان قصه کنم، سوزم اگر ز مسعود قهرمان قصه کنم. از چیش؟ از عهد و ثبات و جهاد و مقاومتش. این صفحات داشت. از عهد و ثبات و جهاد و مقاومتش
به مادران داغ دیده ای افغان قصه کنم. اشکم افسانه گوید، حاجت به زبان نیست. اشکم افسانه گوید، لبم به لرزه آید. اشکم افسانه گوید و لبم به لرزه آید، گرز صحنه شهادت آن مرد قهرمان قصه کنم. اکنون صحبت تلفنی شخصیت جهادی، شخصیت سرشناس دوره جهاد و مقاومت، وزیر سابق امنیت ملی افغانستان صحبت تلفنی با شما دارد. توجه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت تمام حاضرین. با سپاس از تمام که از روی احساس وطن دوستی، همنوایی با شهدا و مبارزین راه آزادی افغانستان مجلس امروز را سازماندهی کردند. و سپاسگزاری میکنم که موقع خانش تمام بسیار کوتاهی را به امام سپردم. با نام و کارنامه های مبارزین نامدار ملت افغانستان، مردم ما و جهانیان معرفت دارد. تاریخ قضاوت خدا در ارتباط شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان نقش است. فهرست شهدای افغانستان دراز است و هر یک از این شهدا کارنامه ها و داستان منحصر به فرد و خارق العاده خود را دارد. با آن که دل ما میخواهد زیاد از هر یک یاد کنیم، ولی بنابر و انحصار صحبت میکنم. نامی ترین نام که در فهرست شهدای افغانستان اضافه شده، استاد برهان الدین بهبهانی، شهید صلح در افغانستان. ما افتخار کار کردن به صورت مستقیم را زیر دست استاد شهید و احمد شاه مسعود شهید داشتیم. هر یک از این دو شخصیت ویژگی ها به خود را داشتن و در یک مقطع خاص زمانی توانستن نقش محوری و مهم و حفظ هویت ملی افغانستان داشته باشند. و مهمتر از همه، اینها بخش زیادی از زندگی خود را در دفاع از تنوع ساختاری ملت افغانستان و جامعه افغانستان سپری کردند. این دو شخصیت بزرگ، خداوند برشان مرگ را نصیب ساخت که شایسته و سازاوار مردان بزرگ در صحنه است. اما حالا ملت افغانستان با آنکه نزدیک به 12 سال است که در محراق توجه ده ها کشور قدرتمند جهان قرار دارد، هنوز از دایره خبیثه فقر، تفرقه، تشنج، بی‌عدالتی و ده‌ها مصیبت دیگر رهایی نیافته. مسئولیت بزرگ دفاع از افغانستان که دیروز احمد شاه مسعود با کمترین امکانات مادی تنهایی به دوش داشت، امروز بالای شانه های بالاتر از 50 کشور دنیا سنگینی میکنند و هر لحظه ای کشور ها هشدار میتن که یا حاضر به معامله با طالبا هستند و یا قوای خود را موعد تعیین شده خارج میسازند و توجه و کمک های مالی خود را کم میسازند. ملت افغانستان گاهی از نبود توجه جهانی شکایت داشته و گاهی هم از مازاد توجه جهانی شکایت داشته و او را مداخله در امور داخلی افغانستان خواهد. اما جای تردید نیست که افغانستان بنا به عوامل و دلایل متعدد مورد مداخله شکایت قدرمن در عصر و زمان متفاوت و مختلف قرار گرفته. ما به عنوان یک کشور و مردم یک سرزمین
بیشتر نقش آفرینان معرکه و میدان نبرد بودیم، اما در میدان سازندگی و سیاست واضح و آشکار است که متفرق و پارچه پارچه است. مردم به عنوان فاکتور مرکزی و محوری در جهاد، مقاومت و شکل‌دهی نظام و دستگاه شم داد میشن. اما واقعیت موضوع اینه اراده مردم افغانستان در همه دوره ها واحد نبوده، متفرق بوده، تعریف های متفاوت وجود داشته و امروز هم تعریف های متفاوت از اراده مردم افغانستان وجود داره. امروز نقطه مشترک، مخرج مشترک میان تمام اقشار سیاسی افغانستان در یک نقطه ای که طالبا باید تکرار نشن، نباید اراده ملت افغانستان به پای زور و میله تفنگ و تهاجر خم شود، و دوم نوع دولت موجود تجربه نیمه ناکام است، یا اصلاح شود و یا نوع دیگری از نظام به تجربه ضرور نیست ما بقای عمر خود با فرمول ناکام سپری کنیم. در سطح بسیار بزرگ و ملی همی دو نقطه اولویت مردم افغانستان تشکیل داده. من نمیخوایم فهرست طولانی از ناهنجاری ها و شکایات موجود در ساحه‌های مختلف بیان کنم. مردم دسترسی به اطلاعات دارند و همه از این نارسایی ها با خبر هستند. اگر قرار است نو دولت تشکیل کنند، ما نباید در جستجوی تغییر با دور زدن از قانون اساسی و یا ماورای قانون اساسی باشد. در تقویت نهادها با فکر تخریب و فکر از ایره که باید هر آن چیزی که وجود آمده از بین ببرد، این فکر باید در ذهن ملت خود پرورش نده. ما منعیت نیروهای مصطف سیاسی تا خواسته را که داریم باید با بسید مردم و با پخش و آگاهی سیاسی رقم بزن. اراده ما مبتنی بر آگاهی باشه و اقدام ما توان با عقیده فکری، فرهنگی و پذیرش تنوع کلیپه ها و افکار باشه. اما در قسمت اولویت اول، یعنی شکست طالبان، با شناخت و معلوماتی که من از این گروه دارم، هیچگاه اعتقاد به تنوع ساختاری جامعه افغانستان ندارم. یعنی ظهور جنبش دموکراتیک طالبان یک خیال است و رویای سیاستمداران بی ربط با واقعیت‌های جامعه، و این اصطلاح یک اختراع غربی است که هیچ وقت به واقعیت نخواهد پیوست. در ارتباط به این اولویت، یعنی شکست استراتژیک طالبان و کشاندن اینها، فرمول و طرح آمدشامسور شهید جاودانگی دارد. روی که ما به هر اندیشه سیاسی که تعلق و وابستگی داریم برابر تهجر و افراطیت مسلح باید متحد باشه. دشمن مشترک ما و خطر واقعی است. و من الله توفیق. تشکر و سپاس میکنیم از امرالله خان صالح، شخصیت نامدار دوره جهاد و مقاومت و وزیر پیشین امنیت ملی افغانستان. ای کاش پروانه رخسار آن دلبر شوم، وطن عزیز میگم، ای کاش پروانه رخسار آن دلبر شوم، شعله‌ور گردم بسوزم تا که خاکستر شوم. هر کی خواهد جان دهد در عشق او، مثل مسعود بزرگواری، هر کی خواهد جان دهد در عشق او، جان دهم در عشق او، جمله را رهبر شوم. در گلستان محبت سوختن کار من است، در افغانستان جنگ زده سوختن کار من است. گر نسوزم چی گونه ثبت این اختر شوم، یا به دردم چاره ساز
یا زندگی برباد باد یا فدای احساسی میرویس و مسعود و اکبر شوم. با نام شریفی صاحب همه ما شما آشناستیم. با نام آرزو که میشه محافل و مجالس میهنی و وطنی در اوجا برگزار میشه. از شخصیت ملی کشور ما دکه حالا شریفی صاحب خواهش میکنیم که صحبت داشته باشند. تشکر. شهیدان امتحان دادند و رفتند، رشادت را نشان دادند و رفتند. به نام خدا، خدای محمد، آخرین پیامبر آزادی، آگاهی و قدرت. درود و سپاس بر فرستادگان بر حق خداوند جل شانه که بدون شک رهنما و رهبر آزاد اندیشی، آزاد منشی، حق پرستی و عدالت خواهی بودند. انسان در کره خاکی کوچک ما فرستاده و نماینده خداوند است و برای دستورات منطقی، عاطفی و نهایت عالی میان مخلوق او که در قدم نخست انسان است، خلیفت الله هم هست، همواره مورد تایید و بحث بوده است. خالق ما زیباترین رابطه ها را برای زیبازیستن، رستگار شدن دنیا و آخرت، آخرت مخلوقش برای امتحان خوب و بد، بعد آن در بیان تمامی کتب های آسمانی مطرح کرده که پیامبران و رهروان راه حق و خداپرستی تحقق بخشنده این مدعاست. هزاران هزار حرمت، احترام و درود بر پیروان دستورات ذات مقدس خداوند جل شانه. با این همه دستورات بلند وطن، مردم، فرهنگ و اعتقادات ما در مرحله از زمان مورد تجاوز و تهاجم قرار گرفت که به حد دور از راهی رفتن به دستورات آفرنده حقیقی است. خوشبختانه در برابر ناملایمات به میان آمده مردم و فرزندان شجاع سرزمین ما که در رأس آنها فرزندان پاک وطن دوست و خداپرست قرار داشت، با در نظر داشت اصل حق پرستی و اقواهی به پا خواستند و در مقابل استبداد و تجاوز قد علم کردند و حماسه ها آفریدند. و عده زیادی از جانبازان و فداکاران سرزمین ما جانهایشان را فدا کردند. در این جا دارد از قهرمانان ملی وطن مثل شهید استاد عبدالعلی مزاری، شهید احمد شاه مسعود، شهید استاد برهان الدین ربانی، شهید عبدالحق، شهید احمد خان سمنگانی و سایر شهدای وطن یادآور شد. شهادت این راد مردان آزادیخواه را بر تمامی ملت افغانستان تسلیت عرض کرده و ثمره مبارزاتشان را که مایه غرور همه ماست به شما و به همه هموطنان شریف شاد باش بگویم. یاد و خاطرهشان گرامی باد. در اخیر یک بار دیگر تشریف آوری همه هموطنان عظیم را به نمایندگی از تمیسون برگزاری روز شهدا در حالم خیر مقدم عرض میتونم. تشکر از توجه شما. بسیار زیاد تشکر. ای غنچه خوابیده، ای غنچه خوابیده چون نرگس نگران خیز. میگن گل نرگس نگران سعی میکنه هر طرف. ای ملت خوابیده، ای غنچه خوابیده چون نرگس نگران خیز، کاشانه تو رفت با تاراج با تیر و کمان خیز. از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. این خاک که تخته خیز در سر راهی است، این خاک که تخته خیز در سر راهی است، یک ناله خاموش اثر باخته و آهی است. از هند و سمرقند، از کشور افغان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. غلط فهمی نشه که تیر و کمان قرن 21، کتاب، قلم، کامپیوتر. جوانا خدا برسانین،
و برشان بوین که ما میتونیم کشور خود اداره بکنیم. در این قسمت از محترمت دلارام دانشجو خواهش میکنیم قطع شیری که داره پیشکش دوستا کنه. ضمن عرض تسلیت به مناسبت هفته شهید و ویژه به خانواده های شهدای گلگون کفن کشورمان، شعری را بدین مناسبت از دیوان مرحوم استاد خلیلی انتخاب کردم که خدمت شما محترمان بخوانش میگیرم. پیشاپیش از توجه همتان سپاسگزارم. این خاک تر به خون شده، این خاک تر به خون شده، ماتم سرا و یکیست، و این مرغ پر شکسته دل بی‌نوای کیست؟ چون اژدهای گرسنه دژهای آهنین، بمهای مرگبار صحن فضای کیست؟ در کوه و بام کیست که بارد تگرگ مرگ؟ در کوه و بام کیست که بارد تگرگ مرگ؟ صد گونه زهر ریخته در آبهای کیست؟ زنجیر تاب داده ز پولاد آتشین، بر پا و دست دختر بی دست پای کیست؟ بر پا و دست دختر بی دست پای کیست؟ فریاد خلق تا به فلک رفت روز و شب، فریاد خلق تا به فلک رفت روز و شب، یک بار کس نگفت که آنجا صدا یکیست، یک بار کس نگفت که آنجا صدا یکیست. آن چادری که تر شده در خون خواهری، جاوید نقش نامه و فرخ لوای کیست؟ پامال ظلم دشمن قدار بی خدا، یک بار بین که مصحف مؤمن بهای کیست؟ آن شاخ ارغوان که خمیده بر روی خاک، بر خوابگاه کشته گلگون قبای کیست؟ جمع یتیم بی وطن ره نشین، دریق در انتظار دیده مهر آشنای کیست؟ گلگون شراب ها که کشی سر به بزم غیر، هان ای وطن فروش، بگو خونبهای کیست؟ ای قهرمان صحنه تاریخ، همتی شمشیر بحر بازوی جنگ آزمای کیست؟ فرخنده سنگری که به خون سرخ گشته است، غیر از تو ای مبارز رزمنده جای کیست؟ گردی که باد آورد از جانب وطن جز چشم داغ دیده ما توتیای کیست؟ در عصر ما به غیر تو ای افتخار قرن، چشم ستاره شاعر دستن سرای کیست؟ سپاسگزارم. پدی خاور میرنیان تیرسی بی
دی احمد شاه غوندی غازیان تیر شوی په دی خاوره میړنیان تیر شوی دی احمد شاه غوندی غازیان تیر شوی دادی محمود غزنوی زاله ده دادی میربچه خان کودامنی دادی ملا مشک عالم دادی محمد جان خان وردک دیر میرویس نکه دو وزیر محمد اکبر خان دی احمد شاه مسعود او دادی غازی امان الله خان زاله ده دکی دی توری خواندان تیر شوی د خدای د پاره نوری مورانوی مسعود به خدا تو بودی روح و تن ما با رفتن تو رفت روح از بدن ما امروز که در مجمع ما جای تو خالی است امروز که در مجمع ما جای تو خالی است بی نور و ضیا بود همه انجمن ما در این قسمت پروگرام از استاد معزز و گرامی ما محترم پوهندوی دکتر سید احمد سنگر سابق استاد پوهنتون کابل تقاضا میکنیم تا بیانیشان را ایراد نمایند دانشمندان استادان روشنفکران خواهران و سایر هموطنان حاضر در گرد همایی امروزی اجازه بفرمایید بین نوبه شهادت شهدای عزیز به خصوص قائد ملی و قهرمان شهید کشور مرحوم و مغفور احمد شاه مسعود را به هر یکی از شما و علل خصوص به پیروان و هوادارانش تسلیت عرض بدارم و اندرکاران اجلاس امروزی که افتخار صحبت را به من دادند اظهار سپاس و امتنان نمایم دوستان عزیز هرگاه اگر قرار بران باشد که روی شخصیت هر یکی از شهدای محترم صحبت داشته باشم فکر می کنم از حوصله زمانی محفل فراتر خواهد بود. زیرا اگر من به حیث یک شاگردش روی شخصیت سیاسی و اجتماعی تنها استاد بزرگوارم پروفیسور برهان الدین ربانی بنیانگذار صلح در افغانستان صحبت نمایم ممکن روزها و حتی ماهها را در بر بگیرد با اغتنام از فرصت صرف می خواهم پیرامون ابعاد شخصیت سیاسی انقلابی و اجتماعی مسعود بزرگ که این هفته در این مرحله خاص زمانی مصادف به شهادت روز این ابرمرد تاریخ است کلمات محدودی بر برسانم او شخصیت عاری از کبر و خودخواهی داشت تهجر خوشش نمی آمد خود کفا بود و هرگز دست طمع به سوی دیگران یعنی بیگانگان دراز نمی کرد با اتکا به خداوند و همرزمان هموطنش به مبارزات آغاز و آن را به پیروزی رساند او با غرور و گردن فرازی از بلندترین قله های کوه هندوکش چون عقاب بلند پرواز آغاز و مبارزاتش را از همان جا زمینگیر و بالاخیر در همان جا جام شهادت دوشید این است شهادت و غرور انقلابی
هموطنان عزیز، یکی از براترین مقوله‌ای که او در مبارزاتش متکی به آن بود و سعادت و رفاه جامعه را در آن سراغ داشت، مقوله عدالت بود، عدالت اجتماعی. همیشه می گفت اعدلو هو اقرب للتقوى، عدالت بکنین، عدالت اولاتر از تقواست. آری هموطن عزیز، او دقیق می گفت و به جای فرمود، در جوامع بشری به خصوص جوامع فقیر و کثیر الملیتی چون افغانستان، اولتر هم از همه به عدالت و ابعاد مختلفش ضرورت است. و در زیرا آنانی که امروز سنگ وحدت ملی به سینه می زنند، نا آگاهانه سخن می گویند و در حقیقت آب را به آسیاب بیگانه می ریزند، آنها باید بدانند که جامعه افغانی در طول تاریخ وحدت ملی داشت، دارد و آن را هم چون مردمک چشم نگاه خواهد کرد و آنچه را که یک ملت در حد غنا دارد دیگر به آن ضرورت نخواهد بود. این ادعای من در اوراق تاریخ، تاریخ 100 سال اخیر افغانستان ثبت است که تاریخ دانان و تاریخ خانان شاهد این مدعا اند. این اثبات این ادعایی که مردم افغانستان متحد بودند، هستند و خواهند بود در دو مرحله از تاریخ تقریبا یک قرن اخیر که توده های وسیع افغانستان، اهم از پشتون، تاجیک، ازبیک، هزاره، ترکمن، بلوچ، نورستانی، پشه‌ای و غیره، در یک صف واحد بزرگترین امپراتوری دنیا یعنی انگلیس را از خاک خود بیرون راندند و استقلال خود را به دست آوردند. در مرحله دوم همین مردم افغانستان بودند که متحدانه از هر گوشه و کنار افغانستان با داس و تبر به پا خواستند و ابر قدرت دیگری تاریخ دنیا یعنی اتحاد شوروی وقت را به زانو در آوردند. بالفرض اگر مداخلات و راکت پرانی های بالای مناطق از کشور عزیزمان ادامه یابد، مرحله دیگری به وجود خواهد آمد و مردم افغانستان کما فی سابق به متجاوزین چنان درس عبرت بدهند که حتی طفلهاشان را در گهواره از آمدن پتان بترسانند. پس بیایید قضاوت نماییم که ما برای جامعه افغانستان که در بی‌عدالتی، فقر، بدبختی، شکنجه و خشونت به سر می‌برند، عدالت اجتماعی باید تأمین نمود و یا ایشان را با آنچه دعوت نمود که قرن‌هاست او را داشته و از مزایای آن برخوردارند. دوستان عزیز، این بی‌عدالتی است که در ابعاد مختلف آن است، بی‌عدالتی در ابعاد مختلف آن است که خدای ناخواسته وحدت ملی را که ما آن را به حیث ننگ و غیرت نگاه داشتیم خدشه‌دار خواهد ساخت. من یک مثال از ابتدایی ترین تشکلی که در یک فامیل است به عرض می رسانم. هرگاه یک برادر از میراث پدر بیشتر تصرف نماید، برادران دیگر برخلاف آن قرار گرفته و از همین جاست که نفاق و اختلافات به وجود می آید. هاکذا در سایر تشکیلات اجتماعی. بیایید برای مردم افغانستان چنانچه مسعود بزرگ می فرمود، عدالت را در آباد مختلفیان، یعنی عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی و عدالت اجتماعی هدیه نمود تا باشد
رفاه و سعادت نصیب مردم افغانستان گردیده و وحدت ملی چنان که بود و هست تضمین گردد. درود بر روان پاک شهدای گلگون کفن افغانستان، گوری همه شهدا پر نور باد. السلام علیکم و رحمت الله. سپاس بیکران از صحبت‌های عالمانه و استاد عالی قدر. تیم تکنیکی ما مواد دارن. آقای شمس. دوستای عزیز، شعر شاعری که عاشقانه در وصف وطن می سرود و عاشقانه در کشور انگلستان جان به حق سپرد و جان به جانان سپرد، همیشه اشعارش در قلبم چنگ می زنه. از آقای صمیم جهان سپاس می کنم که مرا به او شخصیت معرفی کرد با آثارش. شیری در وصف وطن نوشته و او را من نسبت دادیم به سپرسالار شهدا مسعود قهرمان. از تمام دوستا خواهش میکنم که خیلی شیر مقبول است، لطفاً با تمام هوش و گوشتان استماع کنید.
مسعود دیدی که یاران تنها رها کردند. مسعود دیدی که یاران تنها رها کردند، با درد این ملت به قبر آشنا کردند. به او کسایی میگه که بعد از شهادت از او آرمان از او را در مقابل چند میلیون و چند خانه شیرپور فروختند. دردا که او پول به ما هم به خودشان هم نمیمانه، به قذافی نمان، به حسنی مبارک نمان، به صدام نمان، ولی آرمان شهدا و میلیون شهید که دورا رفتن به باد فنا رفت. مسعود دیدی که یاران تنها رهات کردن، با درد این ملت با قبر آشنا کردن. آل کی نیسته دلبسته کی گردم، از کی وفا بجویم؟ یارب دلبسته کی گردم، از کی وفا بجویم؟ یاران و با وفایان را یک یک مات کردن، شیرمردان این کشور را یک یک مات کردن. سیل فساد آمد، سیل فساد آمد، صد درخت پربار را یا ریشکن نمودن یا بی‌ثبات کردن. هر جا که پا نهادم دست ظالمی بود. اگر به طرف روس دست دادیم یا امریکا و انگلیس و یا ایران و پاکستان، ظلم بی حد که از خون ما تشنگی خود رفع میکنن. هر جا که پا نهادم دست ظالمی بود، مرگی که ما چشیدیم نامش حیات کردن. مردم افغانستان هم زنده است. مسعود دیدی که یاران تنها رهات کردن، با درد این ملت به قبر آشنا کردن. با لشکر شیاطین سه بار نبرد کردیم، با لشکر شیاطین سه بار نبرد کردیم، آلا اسیر نمودن، دردا برباد کردن. تاراج و قتل و غارت، چیزی که دو سرزمین میبینین، تاراج و قتل و غارت، بحر طلا و ثروت، کدام سرحد به دست ماست که بفهمیم کی آمد کی رفت، چی آوردن چی بردن؟ اجازه بدین که این صحبت ها را از نام آرمان شهدا، از نام فامیلایی که باقی مانده از شهدا و از نام 20 میلیون انسانی که دو سرزمین در حالت فقر زندگی میکنه. 8 میلیون انسان زیر فقر است که میگه خدای سبا چطور میشه. 12 میلیون دیگه در حالت فقر، به گفته بزرگوار که نه آمده، اکثریت مظلوم و اقلیت ظالم در او کشور. اجازه بدید این سخنا را از نام از او هم بگویم. تاراج و قتل و غارت، بحر طلا و ثروت، از گاو غدو دادن و نامشام امداد کردن. مسعود دیدی که یاران تنها رهات کردن. او اگر رفت روحش جاست، ولی میبینه که آرمانی از او چقدر قدم به قدم پیاده میشه. هر شهیدی که در راه آزادی وطن میره و در راه دین مقدس اسلام جان به جانان میده، او جسم در بین ما نیست ولی روح هست. اگر او میفهمید که ما با آرمان از او یک جفا میکنیم که به این متاع دنیا میفروختیم، شاید معامله میکرد. ولی نه، من که از نزدیک دیده بودم سه جمله را تکرار میشنیدم. از برکت یک بزرگ مرد افغانستان، یک 15 روز در قصر حرمسرای ریاست جمهوری مهمان بودم، سه کلمه را همیشه میگفت که تمامیت ارضی، استقلال ملی و حاکمیت ملی. میگفت این مردم سرنوشت خود به دست خود داشته باشه، دارایی دارن، سرنوشت سیاسی دارن، کلگی پیش بیا روس از امریکا است، ما همکاری میکنیم. این همیشه تکرار میکرد. تاراج و قتل و غارت، بحر طلا و ثروت، از گاو غدو دادن، نامش امداد کردن. مسعود دیدی که یاران تنها رهات کردن. در کابل هم بشنون، در هر جایی که هستن کسایی که با آرمان شهدا، با آرمان یتیما خیانت کردن بشنون. تشکر از توجه شما. چی کنیم که نگوییم هم نمیشه، باید بگوییم.
و امی گفتنی هاست که آخر یک کار جور میکنه. جهان یادگار است و ما رفتنی. روزی اگر من نبودم شمس مسئول است که مرا هم گاگایی یاد کنیم. جهان یادگار است و ما رفتنی. امین صحبت ها، امین حقیقت ها بماند برای آدمی. گفتنی های ناگفته را می باید گفت، تا به کی در بستر غفلت می باید خفت. از آقای ولی شاپور، رئیس اتحادیه های مهاجرین افغان ها در کشور هلند، خواهش می کنیم که صحبت خود ادامه بدن. به افتخار شاپور. معذرت می خواهم که اگر پرگویی کرده باشم و عاطفی صحبت کرده باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور خانم ها و آقایونی که در سالون تشریف دارن. به مناسبت بزرگداشت از هفته شهید از راه دور نزدیک در اینجا تشریف آوردم. از نام هیئت رهبری اتحادیه انجمن های افغان ها هلند صمیمانه‌ترین تسلیت خود را به مناسبت هفته شهید حضور فامیل هایی که در این راه فرزندای خنثار کردن تقدیم میکنیم. هفته شهید تاریخ پربهار مردم افغانستان حکایت می کند. فرزندای در این خاک زاده شدند و فرزندای از این خاک با یک عالم امید و قهرمانی از جانب اجانب از بین رفتند. عمه‌جای مسعود فرزندی بود که در خانواده زاده شد و به خاطر دفاع از تمامیت ارضی و استقلال و وطن قهرمانانه اولین تحفه که از بیرون در کشور ما به معنی تمثیل گرفته شد قربانی از او شد. یعنی اولین انتحاری را به جان مسعود بزرگ انداختند و این را از جانب سازمانی کرد. خود ازی یک داستان بسیار بزرگ و طولانی داره. چهارده جنگ در افغانستان قربانی های بزرگی را بر وطن گذاشت. در صفحه تاریخ افغانستان نام فرزندایی که جان باختند جوادان باقی است. از یکی یاد میشه و از دیگری یاد نمیشه، ولی برای والدینی که طفل را بزرگ کردن و تقدیم جامعه کردن برای اونها بسیار زیاد گران تمام میشد که چگونه از فرزند ما و از فرزند دیگری در اینجا به شکل دیگری یاد میشه. ما مسئولیت داریم که حقایق را به بیرون بکشانیم و در غیر از او مکلفیت های فرهنگی اجتماعی که در پیشگاه ما است برای مردم افغانستان و برای کسایی که بعداً با ما عقب مومین و باید ببینن که در این وطن چی گونه قهرمانی ها صورت گرفته است، با چی خاطر و هدف نهایی این قهرمانی ها چی بوده است. استخبارات منطقه تلاش کرده است از دههای قبلا تا دههای حاضر که در افغانستان ثبات حاکم نشه و هدف عمدهشان این بود که افغانستان را در جلو اداره خود داشته باشند. ناگزیرند که اسطوره های مقاومت کسانی که با این حرف هم نوا نبودند باید از صحنه برداشتند و می کارم کردند. ما افغان هایی که دور از وطن هستیم و از سرزمین آبایی اساسی خود نظر به جبر زمان فرار کردیم و یکی که در کشور دیگه زندگی می کنیم، خود با درد و آلام وطن شریک می دانیم و هیچگاه فراموش نمی کنیم که ساده وطن هستیم و با وطن سرکار فرهنگی و ملی داریم. هفته شهید قسمی که دوستا اینجا یاد کردن و سرش مکس صورت گرفت مربوط مردم افغانستان می شه و مردم افغانستان از این روز به بزرگواری قدردانی می کنن و این قدردانی است که باید بر صفحه های باری تاریخ هم انتقال پیدا کنه. ولی حرف عمده و اساسی است که هر روز اگر ما سوگواری را انجام بدیم و سوگواری کنیم این هم درد وطن را ادا نخواهد کرد. برای احیای وطن، برای تأمین صلح در وطن یک انسجام ملی ضرورت است و او انسجام ملی از گوشه و کنار وطن باید متحد شوند و به خاطر بهبود و تنظیم یک نظام واحد سیاسی که جوابگوی منافع ملی مردم افغانستان باشه در اون جهت باید مبارزه قاطعانه و درست صورت بگیرد. اما طوری که دیده میشه هنوز هم سایه کدورت و کینه جنگ سرد در قلب
بعضی از افرادی که در مورهای اساسی قدرت افغانستان هستند وجود داره. ما امتحان بزرگی را سپری کردیم و اون امتحان دیگر بار دوم اگر تکرار شود بسیار گران بر مردم افغانستان تمام خواهد شد. قراری که دوستان صحبت کردن و گریوال صاحب سر مسائل بسیار اساسیش مکس کرد، دیگه دوستان هم صحبت کردن، ما برای انسجام بسیار زیاد ضرورت داریم و این انسجامی است که قلب عرفخان او میتونی که به شکل بسیار خوبش راهیابی کنی. ولی انسجام اگر از یک کته کوچک آغاز شود و کته بزرگ تبدیل شود، خودی از یک خدمتی است که مردم افغانستان به او حرمت خواهد گذاشتن. به می اساس نهادهای اجتماعی که در حالا حضور دارند و فعال هستند و جزی از پیکره فرهنگی مردم افغانستان در تشکیل میتن، در جهت تأمین می حرکت که بتانیم یک انسجام انجام بدیم، کارهای فرهنگی انجام میدیم و این کارهای فرهنگی در هر گوشه و کنار هالند سازماندهی میشه. اتحادیه انجمنهای افغانها در هالند هم یکی از نهادهایی است که خود کلی اعلان نمیکنه و برای با عده ای از این نهادها سرکار فرهنگی داره. ما مکلفیت داریم که در دو جهت کار انجام بدیم، یکی که فرهنگ ملی مردمی خود را در اینجا حفظ کنیم و دومی که معمد بسیار خوب و بهتر بر تأمین صلح و ثبات در افغانستان واقع بشویم، بدون ازی که در اینجا اهداف سیاسی خود سرش مکس کنیم و یکی که پشت گروپ و حلقه سیاسی خود بریم. جای بسیار خوشی و افتخار است که امروز که ما شهیدم کمیته به مناسبت برگزاری روز شهدا در اینجا جاشده است که آقای علم دراست قرار گرفته است. ما ایجاد چنین نهادی را در کنار سایر نهادهای اجتماعی حالا در افغانی در حالا از همین قلب استقبال میکنم و تبریک میگم. سال پار ما در یکی از نشست ها حضور داشتیم، این موضوع مطرح شد که باید روزای ملی و روزایی که مربوط به شهدا میشه مربوط یک نهاد اجتماعی شود. در طی یک سال دوستا کار کردن، خوشبختانه که امروز ثمره کارشان معلوم شد و این کمیسیونی که امروز مسئول برگزاری هفته شهید است محفل سازماندهی کرده، نمونه کار مشترکشان و نمونه کار خوبشان است. برای همه دوستایی که در این ساعت کار کردن از این قلب ابراز موفقیت میکنم. ولی به خاطر انسجام کارهای فرهنگی که داخل هالند ضرور است، در اینجا یک مسئله بسیار عمده و اساسی باید پیشوی ما شما قرار بگیرد که تا چه وقت ما محتاج فرهنگ‌ها و کلتورهای دیگه باید باشیم. حلقات فرهنگی وجود دارد ولی تفاهم کاری میانشان نداره وجود، یا سلیقه یک فرد سرشان بد میخوره با تمام کارهای فرهنگی خود مقاطعه میکنن و خداحافظی میکنن، در حالی که حرفت باید بگویی و میشه که کار به شکل انجام بدی که منافع فکری خود از سرش فکر نکو، سر منافع ملی که مربوط مردم افغانستان است سر ازو باید فکر کنیم، که متاسفانه در بین نهادهای اجتماعی که در هالند هستن این مراوده بسیار کم دیده میشه. ما امیدوار هستم که مسئولین نهادهایی که در اینجا حضور دارن سر این موضوع فکر کنن. حرف دوم اساسی که در طی چندین سال ما به او روبرو هستیم در اینجا است که مردم افغانستان در زادگاه اساسی خود امکانات بسیار خوبی را دارن، بخاطر اینکه وطن هست، امکانات هست، دولت هست، نظام هست، میتونن که از این افتخارات ملی و تاریخی استقبال کنن. ولی در اینجا ما جایگاهی نداریم که این مسائل به شکل ملیش تجلیل شود، یعنی یک نهاد سراسری که حکم کنه این حرکات در هالند که از خود یک تعمیر داشته باشه، یک مرکز فرهنگی داشته باشه، ما نداریم. در شهرهای مختلف حرکت ها وجود داشته است. ما اطلاع گرفتیم که در اتریخت انقریب یک مسجد افتتاح میشه که برای افغان ها بسیار جای افتخار است. در شهر آرنیم یک مسجد است که به نام افغان ها فعال است و کار میکنه. در شهرهای دیگه فعال است. ولی اگر ما بتونیم یک مرکز فرهنگی که مربوط به مردم افغانستان شوه در یک از شهرها ایجاد کنیم، برای همه ما شما تقریبا کاری است که سرنوشت ساز است و برای آینده اطفال ما شما بسیار اهمیت داره. چرا ما فرهنگا و کلتورهایی که دیگه در پاریم و شما سر میبینیم، ترکای مارکویا را، اونا برای خود پایگاه ساختن، هم پایگاه فرهنگی ساختن و هم پایگاه سیاسی ساختن. سیاسی به مفهوم ازی که در رده‌های بالایی حاکمیت دست یافتن و کادرهای خود روانه جامعه کردن و پایگاه اجتماعی یا به حساب فکری خودشان برای خود خانه هم ساختن، که بدون خانه روان کردن کادر هم در حاکمیت باز قابل قبول نیست. من پیشنهاد میکنم برای تمام نهادهای اجتماعی که در حال فعال هستن که گرد هم بیاین
به خاطر بقای خود من ایس یک ملیت در اینجا کار باید بکنم. در غیر از او بقا بدون خانه و بقا بدون هویت فکر میکنم که یک عمر بسیار کوتاهی خواهد داشت و این عمر کوتاه خطرناک هم برای ما هست و هم برای دوستایی که در کشورهای دیگه به نام افغان فعال هستند به نام از نو هست. نکته اساسی دیگه که مثلا مکس خواهد کرده میخواد بود که بر افغانایی که تقریبا 2 میلیون در غرب زندگی میکنه که آقای گریوال به او صحبت کرد بسیار زیاد جای امیدواری است که ما در سرنوشت سیاسی افغانستان من هیست یک افغان سهم باید بگیریم که متاسفانه اینمی حرکت در کشور وجود نداره. ما امیدوار هستم که نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان که دوستا از به نمایندگی از تشریف دارن حرفی مردم انتقال بتن بر نظام که افغانها در مجموع کسایی هستن که وابستگی هم فکری هم وجودی با وطن دارن. نمیشه که با یک گروه مقاطعه صورت بگیره و این مقاطعه خودش به درد وطن است، به ضرر وطن است. در انتخابات هایی که به صورت پارلمان و ریاست جمهوری میشه حق بتن بر افغانی که در این جلسه رای بدن و در تعیین سرنوشت کشور خودشان سهم بگیره. بر از اینکه اضافه است 80% کادرهای بسیار برجسته و عمده و نظام ها در این کشور هاست. اگر ما با فقدان فکری و کاری در وجود سرکار داریم خوی فقدان دیگه رفت از دیگه. یک کادر در اینجا در خانه هست، بیکار شده است، از صبح تا دیگر پشت کامپیوتر است، دیگه کار نداره. در حالی که در افغانستان اون موره بسیار اساسی است که میتونه که یک اداره را سازماندهی و درست اداره کنه. چرا از این استفاده صورت میگیره؟ ما امیدوار هستیم که در انتخابات بعدی صورت میگیره همین زمینه برای افغانهایی که در اروپا هستن مساعد شود و برند پای صندوق های رای نظر و اراده خود بر مردم افغانستان از اینجا انعکاس بدن. یک چیز باید ما از او حراس نداشته باشیم که اگر این دوستا در صندوق های رای برن امکان داره که سلیقه سیاسی خود صرف کنن تا سلیقه ملی. در قرن 21 هستین و در قرن 21 آزادی بیان و جامعه دموکراتیک تقریبا در کشورها نهایی شده است. حراس باید نکنیم. اگر حراس کردیم او وطن باز هم به دست اجانب میره، باز هم آی اس آی حکومت میکنه و باز هم استخبارات منطقوی سر نظام حاکم میشه. چیز دیگه که در اینجا در صحبت های دوستا به خود گرفتم این بود که شخصیت هایی که در تاریخ میان و گذرا تیر میشن این مربوط یک قوم و یک قبیله و یک گروه نیست. سلیقه ملی داره. هر فرد در بود شناختش چندین بود داره. یکی از ابعادش شاید ما را به او وابسته بسازه و یکی از ابعادش شاید یک دوست دیگه ما را به او وابسته بسازه. بین که از این تفکرها به شکل تفکر ملی استفاده کنیم و این سمبول اساسی وحدت معرفی کنیم برای جامعه افغانستان که به او سخت نیاز است. نشانه ایره که استخبارات پاکستان میگیره حرفای را نشانه میگیره که او افراد وابستگی بسیار قوی با مردم خود دارن و میخواین که ثبات در وطن تامین شود ولی استخبارات شکارش میکنن که دیگه در وطن ثبات نبیه. در یک جهت در اونجا قضایا وجود داره و در جهت دیگه برخورد دیگانه در برابر خود افغان ها صورت میگیره که خود ازی زمینه را برای حرکات استخباراتی منطقه سخت مساعد میسازه. ما امیدوار هستم که سیاستمدارای افغانستان که فعلا در حاکمیت قرار دارن و یا واقعیت های عینی جامعه افغانستان هستند. واقعیت های عینی جامعه افغانستان به این مفهوم که در طول 14 سال مقاومت کردن و در یک دهه مقاومت ملی علیه اجانب پاکستان انجام دادن. ما نمیتونیم که تبرئه کنیم بگیم نه عوضی از اون کس دیگه باید که هیچ با این وطن آگاهی و مکلفیت نداره. یه حق مشروعی از اون کسایی است که دو نظام هستن ولی ما تقاضا داریم که نظام بر اساس عدالت و بر اساس حرکات سمت و سو بتن که در اونجا منافع ملی و اساسی مردم افغانستان اولیت بتن تا منافع تنظیمی سیاسی و سلیقوی اونا. از تذکر از اینکه به حرفای ما شما گوش دادین ما امیدوار هستم که تا آخر دوستان در این برنامه حضور داشته باشن. اتحادیه انجمنهای افغانان در هلند من یک نهاد اجتماعی از همه حرکات ها استقبال نیک و خوب می نماید و امیدوار هستم که در برنامه های بعدی بتونیم با مشترکان کار کنیم. تشکر. تشکر می کنیم از آقای ولی شاپور.